سلام و درود بینندگان گرامی از زو تیوی. امروز دوشنبه 28 مارت است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبر امروز چنین موضوع را داریم. اینک توجه کنید. انتقاد ساکنان سیل زده درواز از مقامات کشور. بیش از 100 تاجیکستانی فراری جنگ به دوشنبه برگشتند. قرقیزستان مرزهایش را با تاجیکستان پرزور میکند. موافقت پوتین برای مذاکرات مسکو و کیف در استانبول. بر اثر جاری شدن سیل چند خانه در ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خراب شدند. ساکنان از بی‌توجهی مقامات شکایت دارند. بنا به اطلاع مسئولان بخش ولایت کمیته حالت‌های فوق‌العاده، بر اثر جاری شدن سیل در دهه عمرک ناحیه درواز خانه دو ساکن دهه کاملان و خانه سه ساکن دیگر قسمان خراب شده است. با گفته مقامات دخلدار ولایت، سیل همچنین به بعض زمین های نزدی حولگی و خواجگی های یاری رسانی دهه ضرر رسانده است. اما ساکنان از ناحیه درواز در تماس با ازاتیوی معلومات کمیته حالت های فوق‌العاده را رد کرده میگویند که سیل بیش از 12 خانه و باز چند مکان دیگر را خراب کرده است، اما مقامات در فکر آنها نیستند. ساکنان با ارسال چند نوار از وقوع سیل به ازاتیوی و خراب شدن خانه ها گفتند که سیل در ناحیه 12 خانه و پارک شیرعلی کبیر و جای های زیاد دیگر را خراب کرده است. کسی در فکر ما نیست. گفته می شود کمیسیای حالت های فوق‌العاده ناحیه گفته که آین زمان تا 15 خانه دیگر را خطر سیل تهدید می کند و مقامات برای کوچاندن آنها به جای های امن چاره می اندیشند. ولی ساکنان در صحبت به ازاتیوی گفتند حالا وقتی هرچی تیزتر کمک رساندن به ضرر دیدگان و کوچاندن آنها به جای های بی‌خوف است، وقتی چاره اندیشی نیست. یک گروه تاجیکان عبارت از 110 نفر که بعد از جنگ در اوکراین و بلوچستان فرار کرده بودند، صبح 26 مارت به دوشنبه رسیدند. بنا به اطلاع امید خاور، تا امروز 413 شهروند تاجیکستان از جمله زنان، پیرانسالان و نابالغان به وطن برگردانده شدند. طور قبلا خبر داده شده بود، روزهای 11 و 12 مارت سال جاری 303 شهروند تاجیکستان که حدود اوکراین را ترک کرده بودند، توسط هواپیماهای شرکت اینتر ایر لهستان از ورشو به دوشنبه برگردانده شدند. با شهروندان جمهوری تاجیکستان که حجت تصدیق کننده شخصیت ندارند، از جانب کارمندان سفارت در فرودگاه شهادتنامه بازگشت به وطن داده شده است. شور از بامداد 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان پوتین به خاک اوکراین حمله را آغاز کردند. مسکو این حمله را عملیات مخصوص نام میبرد، اما کیف پوتین را غاصب خواند. و از آغاز جنگ تا امروز که زیاد از یک ماه می شود، بیش از 3 میلیون اوکراینی وطن خود را ترک کردند و هزارها نفر با شمول غیر نظامیان، زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. در میان گریزگان که به دولت های همسایه با اوکراین پناه بردند، تاجیکان و دیگر ملت ها نیز زیاد بودند. بیشتری آنها وارد خاک لهستان شدند. یادآور میشویم که پیمان ملی تاجیکستان ائتلافی گروهی از مخالفان تاجیک که در خارج از کشور قرار دارند، در اروپا ستاد کمک به مهاجران تاجیک که در پی جنگ از اوکراین به اروپا پناه میبرند تشکیل کرده، با صدها مهاجر تاجیک، ازبک و قرقیز کمک کرده بود. قرقیزستان برای تقویت مرزهایش با تاجیکستان از ترکیه هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقدار، از امارات متحده عرب 40 ماشین زیره‌پوش، از روسیه 55 ماشین زیره‌پوش تیگر و 50 ماشین کم از خریده است. خمچیبگ توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در صحبت با رسانه‌ها از خطرناک بودن وضع در مرز با تاجیکستان تاکید کرد و گفت که این تکنیک‌های نو برای حمایت امنیت کشورش با ولایت بودکند فرستاده می‌شوند. توشیف می‌گوید برای خرید تکنیک‌های نو از بودجه دولت حدود 2 میلیارد سوم، بیش از 20 میلیون دلار جدا شده، از کسی برای خرید آنها کمک نگرفتند. در ادامه او قید کرد که روزهای نزدیک با جلب این تکنیک های نو از جمله هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقدار مشق های حربی دایر خواهند کرد. صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان که در سپردن این تکنیک ها به خدمات مرزبانی و وزارت حالت های فوق‌العاده کشورش اشتراک داشت، گفت که سال گذشته برای این هدف ها از بودجه 7.5 میلیارد سوم جدا شده بود. امسال برای تحکیم حفظ سرحد حدود 3 میلیارد سوم دیگر جدا میکنند.
قرقیزستان در حال مرزبانهایش را با تکنیک های نوی نظامی مجهز میکند که پیوسته در مرز این کشور با تاجیکستان مناقشه های مسلحانه صورت میگیرد و در یک سال اخیر از هر دو جانب 58 نفر به هلاکت رسیده 270 نفر دیگر زخمی شدند. کاربران شبکه های اجتماعی سالگزاری میکنند که قرقیزستان در یک سال اخیر نیروهای نظامیش را در مرز با تکنیک های نو مجهز کرده. آیا تاجیکستان در فکر پرقوت کردن مرزهایش هست؟ و چرا در این باره چیزی نمیگوید؟ در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواستار آتش‌بس فوری و صلح میان روسیه و اوکراین شد. بنا به اطلاع خبرگزاری آنادولو و خبرگزاری روسی تاس، اردوغان با همتای روسش درباره روند صلح میان مسکو و کیف گفتگو کرده، بر ضرورت آتش‌بس فوری و صلح میان مسکو و کیف و همچنین بهبود بخشیدن وضع بشردوستانه در منطقه تاکید کرده است. گفته میشه رئیس جمهور ترکیه و روسیه روز یکشنبه به موافقه رسیدند که ملاقات نوبتی هیئت های مذاکره کننده روسیه و اوکراین در استانبول برگزار می شود. اما تاریخ برگزاری مذاکرات نوبتی بین مسکو و کیف و اینچنین در کدام سطح انجام شدنی آن چیز گفته نشده است. از این پیش 10 مارس سال جاری مذاکرات وزیران کارهای خارجه روسیه و اوکراین در استانبول دایر گشت که آن را واخوری بلندترین سطح دو جانب از آغاز جنگ ارزیابی کردند ولی به نتیجه انجامید و تا حال از مذاکرات انجام شده هیئت های دو جانب چندان نتیجه خوبی حاصل نشده است. چند از مقامات ترکیه تلاش دارند طرف های درگیر را راضی کنند تا مذاکرات آنها در سطح رئیس جمهوران روسیه و اوکراین برگزار شود. در این خصوص رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی بارها درخواست ملاقات روبرو با پوتین را کرده بود. در همین حال روز دوشنبه سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که در مورد ملاقات پوتین با زلنسکی هیچ پیشرفت به دست نیامده است. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبر امروز به پایان رسید. خبرگزاریش های بیشتر را میتوانید از سمونه ما از دن نقطه تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.